The production of ETV Show is made possible by Elan Productions, a vision of excellence in video, photography, and graphics. And Beshkan Dance Academy, instruction and performance. Have you Beshkaned lately? دوستان سلام، شراره هستم از ای تی وی شو در شبکه جهانی پن. امشب در نایت کلاب اولان یکی از بهترین برنامه رو داشتیم با کامرون کارتیو. بله، کامرون کارتیو همونی که تو اروپا تسخیر کرده. امشب با کمک های تپش ایونتس و امپور پروڈکشنز یه برنامه خیلی باحالی داشت. با ما باشین که یه گفتگوی جالبی با ایشون داریم. سلام، همونجوری که بهتون توضیح دادم، من I'm so excited بخاطر یکی از معروفترین biggest international superstar پلی من نشسته، آقای کامرون کارتیو. خب حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، مرسی که وقتتون دادیم. میدم شما خیلی بیزی هستین، سرتون خیلی شلوغه. It's not easy being an international superstar. همه جای دنیا باید برید بخونین، تور میکنین، درست؟ بله بله درسته. خلاصه خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین. خیلی ممنون. ما الان فکرم اولین بار آمدین شمال کالیفرنیا، درست؟ بله، اولین باره که سان فرانسیسکو area هستم. خب چطور بود تا الان؟ از شهر کوچیک ما چطور خوبه؟ تا الان بله خیلی خوب بوده. این دفعه نرسیدم زیاد سان فرانسیسکو ببینم، اما قبلا اینجا بودم همینجوری برای بینندگان عزیز میخواستم بدونن که آیا شما مثلا 100% ایرانی هستین، به خاطر اینکه یه ذره اسمتون به ایرانی ها نمیخوره و خارجیه. بله 100% ایرانی هستم. فقط کارتیو اسم هنری تریه؟ اسم هنری من. بله. چجوری این اسمو پیدا کردین؟ How did you come up with it؟ این اسمو برادرم come up کرد زیر 7-8 سال پیش و این اسمو دوستش که اسم هنریش این باشه فاملی و گفتش خب تا هم تو هنری و برادریم بهتره بمونی. عوض کنم دست کنم ایدی راست میگه یارم تو هم صدایم میخوام بمونم با تو با تو بذار دستا تو تو دستا دیدی شد دیدی نیده نگه نه نی بازم بازم تو شدی عزیزم دیدی شد در کنار تو میمونم برات در کنار تو میمونم من دیدی شد دیدی نینا نای نینا نای بازم بازم شودی عزیزم دیدی شد دیدی. شما کجا به دنیا آمدین؟ تو ایران. تو ایران؟ تهران. تو تهران باریکلا. و چند سال اونجا بودین؟ حدود 7 سال. 7 سال بعد بسین که از اونجا رفتین اسپانیا. بله یه سال رفتم اسپانیا، بعد از اسپانیا رفتیم سوئد که تو شهر مالمو زندگی میکردم حدود 18 سال، بعدش هم موو کردم به استاکهلم. بساخم بگه. پس الان میدونم شما که فارسی که بلدین، اسپانی هم که رفتین، اسپانیش هم که بلدین؟ نه رفتی اسپانیش بلد نیستم، بلد بودم یادم رفتش. چند تا زبون حرف میزنین؟ سوئدی، انگلیسی، فارسی.
خب بعد چند تا زبان میخونی؟ ولی همیشه فرق میکنه آدم. اسپانیایی هم تازگی خوندم. بله. حالا که در این چتینگ یه آهنگ دارین شما به اسم روما. بله. درست؟ و خیلی آهنگ باحالیه و اونجوری که شنیدم یه ذره یه چیز اضافه توش دارین، یه زبان اضافه دارین توش. یه ذره در مورد اون توضیح بدی چجوری این آهنگ و این اصلا ایده نمش تو اومد که این کارو کردین، آهنگو درست کردین؟ این ایده ام راستش فکر کنم ایده رو خدا فرستاد برام، چون دوستشم یه چیز جدید کرییت کنم، چیزی که دیفرنت باشه. و یه روز بود، یه شب بود، اینجوری یه دفعه این داشتم آهنگ درست میکردم، بعد یه دفعه از هیچ جا این همه این کلام اومدش و توی حدود 20 دقیقه اینطورا کل این شعر رو نوشتم. 20 دقیقه؟ حدود بله شعرش یه رو 20 دقیقه، زیاد طول نکشید، همینجوری خودش اتوماتیکی داشت میمد وقتی که من مینوشتم. اول آهنگ رو درست کردیم، بعد مثلا رو آهنگ شعر رو گذاشتین؟ موزیکش رو داشتم و ملودیش رو داشتم، روی ملودی میخواستم، در اصل میخواستم شعر دوره یعنی یا فارسی یا انگلیسی میخواستم بذارم. بعد شروع کردم این ملودی رو به هیچ زبانی خوندن، همونجوری که الان It sounds on the record شروع کردم چیز کردن و دیدم It sounds good and بعد اونو نوشتم، اون چیزی که ریکورد کرده بودم و دیدم It sounds good، بعد اون ایده اومد و نوشتمش. خیلی جالبه بخاطر اینکه میدین سخت شعر نوشتن، آهنگ نوشتن و در 20 دقیقه یه چیزی که خیلی یونیک باشه. نمیشه کنه اصلا، همیشه اینجوریه که آدم یه چیز باحال درست کنه بعد همه دیگه تکرار میکنه و چیز مثلا I'm sure it's gonna be all over the place soon. تو سه زبان دارین درست؟ هنا رو روی در اصل از تو سه زبونه، اما دو تاش به بازار اومده. چه زبانی هستن؟ انگلیسی، فارسی و اسپانیش. اسپانیش. بله. و حالا چرا انقدر زبان گوشین برای این آهنگ مخصوص؟ در اصل که خب فارسی بودش هنا، اما تو اسپانیا که می‌خواستم ریلیز کنم سونی بی ام جی اسپانیا گفتش اینو یه ورژن اسپانیایی ریکورد کن و برام شعر فرستادن و این کارو کردیم که ویدیو درست کردیم هم برای فارسیش هم برای اسپانیاییش. خیلی جالب به خاطر اینکه خیلی آهنگای ایرانی که میان بیرون ریکوست نیستن که مثلا زبانه دیگه باشن و با کارهای شما
بیشتر آدم ها دورور دنیا کار ایرونی ها رو میشناسن، یعنی چقدر واقعا خیلی هنرمند داریم، متاسفانه همیشه ریکنایز نمیشن. سو واقعا فکرم شما یه پایه درستی جلو باشین برای همه ایرونی ها. سو دس از گریت. حالا که رو این آهنگ هستین، فکر کنم این آهنگ داستان جالبی داره پشتش، درست؟ که چجوری وجود آمده. میدونی لطفا در مورد این حرف بزنید. اینو برای یه دونه فور اکس گرلفرند نوشته بودم و از خالد، از کار خالد خوشش میمد و گفتم و این آهنگ دوئت بودش. بعد گفتم این آهنگ که خوب که با کی بهتر بخونم، خود خالد. بعدش سوال کردیم و قبول کردش. هم از آهنگ خوشش اومد، از ایده خوشش اومد و خلاصه روی پول خودت تگره کردم. دوست دختر برگشت بود هر وقت این کار کردی؟ نه، اینو برای برگشت نبودش، نبود جست به تنکی فكرت الايام كيف كنت معك سهران القصبه والقران وانا قديمه فرحان فكرت الايام كيف كنت معك سهران القصبه والقران وانا قديمه فرحان سيدم رسيدم دورو دوباره ديدم سيدم رسيدم طالنا طالنا چجور بود که با خالد کار کردن؟ How was he so internationally known? It was great. خیلی خوب بودش. اکسپریانس خیلی خوب بودش که با همچین ستاره بزرگی کار کنم. و آدم خیلی he's easy working with. خیلی آدم شاد و خوشحالی هست. و با هم live perform کردیم. اونم یه احساس خیلی خوبی داره. کجا live با هم دیگه perform کردیم؟ Opening European Championship Athletics بودش. oh, wow. و این توی یه برنامه خیلی بزرگی بودش که توی 46 تا کشور پخش میشد، برادکست میشد لایف و حدود 220 میلیون تی وی ویور داشتش و در همونجا هم حدود 100 هزار نفر آدم بودش و اون یکی بزرگترین کاره بودش که تا حالا کردم. Wow, that's so great. حالا خالد حالا تا حالا با ایرانی تا حالا کار کرده بود؟ نه، من اولی بودم. Wow, دوباره یه پایه جلو شما گذاشتین برای همه ایرانی هست. مال منی مال تو هم توی مال من، بدون تو دیگه چه کنم، شب و روز و روز و شب توی مال من، بدون تو بگو چه کنم. مال منی مال تو هم توی مال من، بدون تو دیگه چه کنم، شب و روز و روز و شب توی مال من، بدون تو بگو چه کنم. شما حالا جلوی 100,000 نفر رفتین، اولین باری که رو صحنه رفتین یادت میاد کی بود؟ بله، به خواننده رفته بودین رو صحنه. اولین بار که تنها رفتم رو صحنه یه کامپیتیشن بودش که خیلی بزرگ، یوروویژن کامپیتیشن سانگ کانتست که اون بار اولین بارم بودش و اون یادم که خیلی هم نروس بودم. اونم تی وی برنامه تلویزیونی بودش که 4 میلیون ویور داشتش برای اولین بار. برای اولین بار اصلا فشار رو هیچی فشاری رو نبوده. 4 میلیون small number. سوال اون موقع نروس بودم. بله، هنوز نروس میشیم این رو صحنه؟ نه really هیچی نروس نمیشم. I'm focused but not nervous. Not nervous. That's interesting. زیبایی تو زیبایی تو لیلی هست بار و عشق بار تو هر کاری تو حالا که
در مورد دوست دختر حرف زدیم، بذار ببینیم الان دوست دختر داریم، because I know همه دارن اصلا منتظرن که من این سوال رو بپرسم، همه دختر اینجوری جلوی دوربین هن تلویزیون هن که بینه من این سوال رو بپرسم یا نه. دوست دختر داری؟ بله. آه خب میتونیم بپرسیم اسمشونو، کی با هم دیگه آشنا شدین، چه جوری با هم دیگه آشنا شدین؟ میتونم تا اونجایی که خب هر جوری که راحت کنم. یه دختر خانم خیلی خوبه که خیلی دوستش دارم و اسمش غزل خانم و یه تقریبا یه سال هم دیگه رو میشناسیم. چه جوری آشنا شدین با هم دیگه؟ توی جشن پرایوت پارتی بودنش که اونجا هم دیگه راست با هم آشنا شدیم. خب یادت میاد دقیقاً بایدی که همیشه دوربر، خب میری برنامه همیشه دوربر دختر هستن، right؟ خب چی بود که مثلا در مورد غزل خانم که مثلا caught your eye که گفتی نه this is it love at first sight it was just very nice, it just clicked. So you believe in love at first sight? I didn't, not before, but now I do. آخیش، that's so cute. حالا اگه میخواستی مثلا برای غزل خانم یه romantic night plan بکنین what would you plan? I would قدنم خوب نیا کنه که بعدا اگه این کار رو براتون انجام ندادن we have it on record که بعدا براتون انجام بدن. اوکی، باید کاری بگم که انجام دادن نه اگه میخواین بعدا هر کی که بگیم بعدا باید براتون انجام بدین اگه ندارین. So just so you know. I've been to Paris and it's خیلی قشنگه Paris. And you know, just to Paris باشین، چون خود شهرش خیلی رومانتیکه، خیلی قشنگه. و go to a very nice restaurant or a picnic, I don't know. And Eiffel Tower. Oh, nah, Baba, I'm thinking Paris, ke Paris, I think that's it. That's the city of love. That's so sweet. در روز کامرون کارتیو چجوریه؟ مثلا از اون که پامیشین و اینا what happens؟ روز که پامیشم I check my mails. ایمیل یا مثلا ایمیل همش هم ایمیل هم بیشتر ایمیل و خیلی فن میل میگیری اینا رو؟ بله خیلی فن میل هستش و سعی میکنم همه رو بخونم و اگه برسم جوابشون بدم. That's really sweet. بخاطر اینکه I'm sure که مثلا در روزی 100,000 تا شاید بگیرین شما. So that's a really a lot of energy که اصلا بشین بخونین شو سعی کنم حتی چند تاشون هم یه درصدش هم که تماس بگیرین is really really nice. خیلی اکثرشون که نمو خیلی هاشون هستن که اصلا نمیفهمم چی نوشتن، چون یا به اسپانیایی نوشتن یا به فرانسوی یا ایتالیایی هم اونا رو که اصلا هیچی نمیفهمم. So نگاه میکنم اما ببینم می اموری یا این چیزا که باشه میدونم it's a good thing. اما بقیهشو نمیفهمم و در طول روز با منیجرم خیلی صحبت میکنم درباره کارم و یکم با موزیکم کار میکنم، چون من برای کسای دیگه هم آهنگ پرودوس میکنم و آهنگ مینویسم و در کل با تو کار موزیک یعنی بیشتر روزم و با برادرم زیاد حرف میزنم، با غزل خانم حرف میزنم، مامانم زیاد حرف میزنم. آه ها کیوت. So that's cute. حالا مثلا چیزه what's your favorite food؟ مثلا غذا دمونه غذا خوردن کار عادی اصلا هر کاری غذا میخوری؟ غذا نه غذای فیور فود ایرانی باقالی پلو با ماهیچه هست. او very good. کله پاچه‌ام خیلی دوست دارم. خیلی that's very good. غذای خارجی فیورت اونجوری نه but I like pasta.
تو کلن پاستا ادای ایتالیا Yeah, ایتالیا با برادرت علی خیلی نزدیک هستیم. هم که آقای علی کارتی هم میشناس از کارهای خیلی خوبشون و he does amazing work. شما خواهر برادر دیگه دارین؟ بله، من یه خواهر کوچیک دارم که 8 سالشه. 8 سالشه؟ بله. Oh how cute. Yeah. حتما she loves it که یه برادرت برادر به این موفق داره و هنرمند داره. She does. بعد دوستاشو میاره مثلا بیاره بگه که this is my brother، این برادرای من هستن. چون با هم پیش هم زندگی نمی کنیم متاسفانه نه، اما مامانم بعضی وقتا زنگ میزنه تعریف میکنه که تو مدرسه چه اتفاقی میفته. آخیش I'm sure که خیلی از شما proud هستن. بله. Wow that's so great. پس الان تو الان تو سویدن هستی یا اینجای کجایی؟ من تو یه هفته پیش سویدن بودم، اما الان موف کردم آمریکا، لس آنجلس. کاملا اینجا هم داری میمونی؟ بله، اومدم اونجا که برای کار موزیکم برای استودیو ستاپ کنم، برای ریکوردینگ استودیو. برای خوش به حال لس آنجلس. میرم من باز تنهایی هیم، رسیدم باز به این سرما، در این دنیا به تنهایی هیم، پاییز عمرم در همین شما گفتین که برای آدمای دیگه، خواننده‌های دیگه پرودوس میکنین، میتونین اسمایش اونا هم بگید با کی دیگه کار میکنین؟ الان با شعیات کار کردم، با جمشید کار کردم، با سعید محمدی کار کردم و الانم که اومدم اینجا قراره با کسای دیگه که الان فعلا صحبتش هم خب ستاره‌های بزرگ ایران هستن. و حتی بعد کسایی که خارجی باشن، غیر ایرانی باشن، کسی با کسای دیگه کار میکنه؟ کسای خارجی برای موزیک هست دیگه کار نمیکنم، اما خب برای آلبوم خودم با کسایی که کار میکنم خارجی، یعنی برای خودم با کسای خارجی کار میکنم. بله. و فکر کنم یکی از میوزیک ویدیو اگه درست یادم بیاد یه دایرکتور و پرودوسر بود که برای بک استریت بویز و لایم نیکلبک اسمشون چی بود دوباره؟ استیوارت گاسلینگ. و میوزیک ویدیو اونا هم نشون درست کرده بودن. ویدیو هنا آخریه که تو کیوبا ضبطش کردیم اونو استیوارت گاسلینگ درست کردن. چطور با اون کار کردن؟ اونم خیلی خوب بودش، هم خود خیلی پروفشنال بودش، خیلی کارش شبیه بودش با کار برادرم، همونجوری طرز کارشون و آدم خوب و احساس راحتی میکنم، چون مهمه که با کارگران آدم راحت احساس راحتی کنه که بتونه خوب پرفورم کنه جلوی کامرا. And I got a good, very good feeling with Stuart Gosling.
تو شدی عزیزم دیدی شد دیدی نینا نای نینا نای میدونستم تو میشی باز یارم دیدی شد دیدی نینا نای نینا نای بازم بازم تو شدی عزیزم دیدی شد دیدی نینا نای نینا نای میدونستم تو میشی باز یارم. همه جا تو فکرم رفتی تور کردی، از توی مصر تو ایجپت دورور اروپا لاس ویگز دورور آمریکا، از همه این جایی که رفتی دبی هم رفته بودین درست؟ بله. کجا بیشتر دوست داشتین که پرفورم کردی؟ بهترینش فهم کنم تو چند جاست، به هر کدوم آخه یه احساس خوب داره. تورنتو خیلی برام خوب بوده، تو دبی خیلی خوب بوده چون ایرانی های از خود ایرانن، و یکیش هم همین که با تو گاتنبرگ تو سوئد برنامه اجرا کردم با خالد. این سه تا فکر می‌کنم تاپ 3 اکسپریانس. بعد فکر کنم برای برنامه کنسرت نوروز بود که پیش فکر 16,000 نفر چیز اینجوری براتون بود. تو آلمان بودش. بله اونم خیلی خوبه، برنامه خوبه. اول از زندگی خود پرسونال لایفتون فکر میکنید چی دوست داشته باشه ببینید، چه انتظاری داشتی مثلا از لحاظ ازدواج، فامیل، کجا زندگی کنی، you know، کجا تو زندگیت باشی، do you know، میدونی که میخوای به کجا برسی، کجا بری؟ به خیلی از آرزوام که خواستم، یعنی گولایی که داشتم رسیدم تا امروز، و الان هم گولای جدید برای خودم گذاشتم که همه نظر کاری، همه نظر شخصی، پرایویت لایف هم. من خودتو به عنوان یه پدر میبینی یه روزی مثلا بچه بشه؟ یه؟ یه یه، ابسلوتلی. میدونی چند تا بچه میخوای؟ دوتا. دوتا؟ بله. دست که دختر پسر، دوتا دختر، دوتا پسر؟ یکی از هر کدوم. یکی از هر کدوم. پروفشنالی، بزنس، میخوای همیشه خواننده بمونی، دوست داری بیشتر بری به تو کارهای پرودوسینگ، کارهای دیگه دوست داری انجام بدی؟ من کارهای پرودوسینگ رو خیلی دوست دارم، خب البته خوانندگی رو هم دوست دارم، اما فکر میکنم یه مدت خوانندگی رو هم ادامه بدم، اما بعد برم که behind the scene، بله، کارهای پرودکشن. بینندگان عزیز، چه گفتگوی جالبی بود، فکرم خیلی اطلاع امروز امشب فهمیدیم که
قبلا کسی نمیدونست در موردتون. سو خیلی جالب، خیلی ممنون که وقتتون رو دادین. تشکر میکنم از Mystery 4 Productions، از Tapesh Events، از Avalon Night Club برای کلاب به این قشنگی و از آونگ که ایشون هنرمنده به این خوبی رو سپورت میکنن و آهنگاشون برای همه ما پخش میشه. ایشالله تا برنامه بعدی، و اگه شما تا حالا نرفتین کامل کارتی رو روی صحنه ببینین، you have to go. If he comes to your town باید بریم، بخواد که امشب خیلی باحال بود، خیلی ماحال کردیم. خلاصه خیلی ممنون عزیزم. خیلی ممنون. Thank you for inviting me. مرسی. بای بای.